همساله با سرد شدن هوا گیرودار بازارهای فروش ماهی بیشتر می شود. این ماهی فروشان اما می گویند به دلیل کم بودن فارمهای ماهی پروری در بلخ بیشتر گوشت ماهی از بیرون کشور وارد می شود. فارمهای ماهی بسیار کم شده. سالهای پیش بود بسیار تولیدات بالا بود و می تانست که در قسمت ضرورت مردم رفع شود. فعلا تولیدات بسیار کم است. ماهی بسیار کم شده، سرمایه گذاری ها بسیار کم شده. مسئولان ریاست زراعت هم تایید میکنند که صنعت ماهی پروری در این ولایت کاهش یافته و برخ فارمداران به دلیل خشکسالی فعالیتشان را متوقف ساخته است. ما نه تنها نمیتونیم که فعلا دیگه اوتهای جدید ایجاد بکنیم، بسیار کوشش میکنیم که اوتهایی که فعلا ایجاد شده او را حفظ بکنیم، اما متاسفانه امیال 30% از ماهی پروری های ما باقی مانده به خاطر کمبود آب. در همین حال برخ ماهی فروشان خواستار سرمایه گذاری سکتور خصوصی و وزارت زراعت روی فارم های ماهی پروری اند. خواست ما از میاست از تجارای محترم هم میاست که بیادر سری همی ماهی سرمایه گذاری کنن، از زراعت مالداری یا چیزا همی ماهی را در داخل افغانستان باشد، دما ارزانتر تمام میشه چون که مردم هم زیاد رجوع به ماهی دارن. در سالهای آینده و اگر بارندگی بود سالها برای ما یک امیدواری داد. انشاءالله نه تنها ما در ایجاد کوشش زیره میکنیم، بلکه در سطح وزارت زراعت هم در نظر دارن که پلانهای انکشافی برای ایجاد اوزهای ماهی، برای ایجاد یا به اصطلاح انکشاف ماهی پروری و انکشاف مارکت از تولید خود ما اینا اقدامات داشته باشند. خرید و فروش ماهی همزمان با سرد شدن هوا بیشتر می شود، اما خواست ها این است که با توجه به وضعیت اقتصادی مردم فارم های بیشتر ماهی پروری در داخل کشور ایجاد شود تا بهای گوشت ماهی نیز کاهش یابد.